سلام دوستان عزیز خیلی ها از من میپرسن که ما چطور میتونیم ویزای توریستی کانادا بگیریم اول از همه در نظر داشته باشید که بعضی از آدم ها برای اینکه بخوان بیان وارد کانادا بشن نیاز به ویزای توریستی ندارن به عنوان مثال به خاطر ملیتشون به خاطر نوع داکیومنت ها یا نوع پاسپورتی که دارن یا به خاطر دلیل حضورشون در کانادا این افراد ممکن معاف بشن از ویزای کانادا اما اگر هیچ کدوم از اون موارد شامل حال شما نمیشه در اون صورت شما باید درخواست تی آر وی بدین که برای ویزا حضور در کانادا وقتی که درخواست تی آر وی میدین افسر مهاجرت به چهار تا چیز نگاه میکنه تا تصمیم بگیره که آیا به شما ویزا بده یا نه اولیش دلیل حضور شما در کانادا شما باید یک دلیل موجه برای حضورتون در کانادا داشته باشید مثلا دعوتنامه دارید از یکی از اقوام نزدیکتون دعوتنامه دارید از یک شرکتی یا اینکه میخواین در یک کنفرانسی شرکت کنید یا اینکه نه حضورتون توریستیه و میخواین برین شهر و کشور رو بگردین و البته خب مداری که محکمی دارید که نشون میده که این برنامه رو دارید مسئله دوم مسئله مالیست. که شما باید نشون بدید به اندازه کافی پول دارید به اندازه کافی رو جای تعریف نکردن، ولی به هر حال چون معمولا اجازه حضور در کانادا یک اجازه 6 ماه است شما بهتره که نشون بدید به اندازه حداقل 6 ماه زندگی در کانادا پول در اختیارتون هست معیار این مسئله یک جدولی است به اسم لایکو l -I -C -O, که من در اون مورد مقاله نوشتم و میتونید پایین این ویدیو ببینید و ببینید جدولش رو ولی موقعی که داشتم این ویدیو رو ضبط میکردم لایکو برای یک نفر برای مدت 6 ماه حدود 13 هزار دلار کانادا است یعنی به عبارت دیگه اگر نشون بدید که شما به حداقل 13000 دلار در استرس دارید بد نیست حالا این میتونه پولی باشه که در حساب شخصی شماست در حساب کسی است که داره شما رو دعوت میکنه یا ترکیبی از اینها همینطور افسر مهاجرت به درآمد ماهیانه شما و به دعوت درآمد ماهیانه اون حستتون کسی که شما رو دعوت کرده هم نگاه میکنه در کنار درآمد مهمترین مسئله اینه که شما به اندازه کافی به کشور خودتون وابستگی دارید این وابستگی در سه حوزه بررسی میشه یک وابستگی های عاطفی شما به کشورتون مثل اینکه مثلا یک فردی داره میاد کانادا ولی همسر و فرزندانش به کانادا نمیان دومین مسئله وابستگی های مالی است به کشور خودتون مثل شغلی که ممکنه از دست بدین یا اینکه املاکی که, که داخل کشور خودتون دارین و سومین مسئله سابقه سفرهای خارجی تونه اگر شما در ده سال گذشته و به خصوص در پنج سال گذشته مرتب سفر خارجی رفته باشین به خصوص اگر که این سفرها به کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس، استرالیا یا نیوزلند باشه یا حوزه شینگن و به دفعات این سفرها انجام شده باشه نه اینکه فقط ویزا داشته باشید واقعا سفر رفته باشید در اون صورت میتونه افسر مهاجرت رو قانع بکنه که شما قصدتون غیر قانونی موندن در کانادا نیست نکته آخرم این هستش که شما نباید به کانادا ممنوع ورود باشید ممنوعیت ورود میتونه به خاطر مسائل امنیتی باشه میتونه به خاطر مسائل حقوقی باشه یا از مسائل جزایی باشه میتونه به خاطر مسائل پزشکی باشه یا اینکه به خاطر میس باشه و امثال اون اگر که شما مشکل میس داشته باشید بهتره که اول سعی کنید که اون مشکل رو رفع بکنید بعد برای ویزا اقدام بکنید البته بعضی اوقات میتونیم ترکیب بکنیم این دوتا رو و هم برای رفع مشکل ممنوعیت ورود به کانادا فعالیت بکنیم و هم گرفتن ویزا ولی به هر حال این مسئله بسیار مهمی است و تا رفت نشه افسر مهاجرت به شما ویزا نخواهد داد البته این نکته رو هم در نظر داشته باشید که هیچ پرونده محکمی نمیتونه گرفتن ویزا رو تضمین بکنه شما ممکنه همه تلاش های لازم رو بکنید ولی دست آخر افسر مهاجرت به شما ویزا نده ولی به هر حال اون قدم هایی که من به شما گفتم اگر بردارید پرونده محکمتری رو ارائه خواهید داد و امیدوارم که در اون صورت بتونید ویزا بگیرید و یک روزی شما رو در کشور زیبای کانادا ملاقات بکنم موفق باشید